وقت شریف شما به خیر باشه. عزیزان بیننده، رسیدیم به قراری که پنجشنبه شبها در ساعت 21 داریم با هم، و اون هم حضور استاد وحید گرانقدر و بزرگوار در برنامه خودتون. استاد جان سلام علیکم. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. خدا حفظت. زنده باشید. عرض ادب. بزرگوارید. سلامت باشید. سلام علیکم. اگه با بیننده هست ما در خدمتیم. کدومم؟ این دور. عرض ادب، احترام، انشالله روزگارتون پر از اتفاقات خوب، در خدمتم. سلامت باشید. خیلی کوتاه و پر از معنا. بزرگوار. لطف شماست. خدمت بیننده عرض کنم، در جلسه گذشته که داشتیم صحبت‌های در مورد شهرت شد و خیلی از مؤلفه‌هایی که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. در جلسه آخری که از ریاست محترم آراد برندینگ داشتیم، ایشون سه تا مؤلفه رو بیان کردن که شهرت، قدرت و ثروت بین مدیران ارشد مجموعه تقسیم شد و پخش شد. هر کسی در راسته اون رسالتی که بهش اهدا شد داره فعالیت میکنه و الحمدلله در همه برنامه هایی که در این ساعت و ثانیه ها تقدیم حضورتون میشه، شما میفهمین و متوجه میشین که از چه بعدی و از چه قالبی دارن عزیزان دلمون صحبت میکنن. اما در راستای شهرت که شما عزیز دل من استاد وحید نازنین و بزرگوار دارین فعالیت میکنین، بخشی از صحبت ها رو هفته پیش داشتیم و الان هم ما منتظریم که تبیین بفرمایید. اول اینکه حالا به مزاح یه جوری گفتی که در اونجا رئیس پخش کرد که اندن نقل و نبات بود، حالا برای من شهرت در اومد، برای استاد تالیا یهو ثروت در اومد. خب ما جانمایمون همین بود. این رسالت ها خلاصه مرزبندی هم شده بود، درست. فقط اون حالت رونمایی بود. من فقط در موضوع شهرت که خلاصه انی بوئستو برای همون شهرت، بله، یه چیزو خیلی جدی میگم و حالا مخصوصا این همکارای عزیزمون دقت کنند. اولا که جایگاه رسانه و قدرت رو میدونیم. جوزفنا یه کتابی داره، آینده قدرت، که دوست عزیزم دکتر رضا مراد صحرایی مترجمشه. یه بحثی رو میگه که اصلا قدرت سخت در این دنیا دیگه به ته رسیده. کسی ابر قدرته که رسانه داشته باشه. اصلا قدرت دست رسانه است. قطعا نمیتونه. الان ابر قدرت های دنیا بر اساس تاریخ نیستن. نه یونان، نه ایران، نه مصر. تو موازنه های دنیا کاری نیستن. در تاریخ مال این سه کشور دیگه. بله. خب. تکنولوژی اینا هم نیست. از ژاپن بگیر تا فنلاند. قدرت دست اینا نیست. خب ارزش پول هم نه. خب که بگی آ فلان کشور چون ارزش پولش بیشتره بس قدرت دست اونه. نه عزیزم، قدرت دست کشوریه که رسانه داره. وقتی رسانه دارم من حقیقت برات میسازم، اصلا فکرت هم من میسازم. این در کلانشه. تو آراد که این رسالت با بنده است، خب هم میدونید من روحیم اینه که هم ترکی فکر میکنم ترکی میگم. خب بلک لیست جدی من، بله، با در نظر گرفتن مباحثی که سرور عزیز و دوست داشتنیم، اون خط قرمز هایی که مهندس قربانی عزیز ترسیم کردن، اونا بله. یکی از اونها که برای من مهمه، کسی بین یک نفر، ولو چون میدونی که این رسانه همه دوره‌هاشو گذروند، همه اینایی که این پشت دوربین اومدن نشستن منو اونجا دیدن، جایی، بله، که الان مهدی قرائی نشسته، بله. خب در حالی که لازم نبود من تو همه برنامه‌ها باشم، الحمدلله بچه‌های قوی داریم. الان این رسانه با خود شیدایی هم یه تنه میچرخه. خب یعنی برنامه نیست حتما باید هممون بودیم، بله. تک تک برنامه‌ها رو رفتم اونجا نشستم. بله. برای مهم بود که این شخصیت رو بدونم این چند چنده با خودش. خب یه خط قرمزی که برای من مهمه، سید احمد عزیز، جمع. کسی ادعا کنه که من در بیرون آراد بزرگ بودم، یلی بودم بین یلها، حالا لطف کردی اومدیم آراد، بی شرفم قسم لهش میکنم. کمان که تماشه کردیم قبلا. خب یعنی عمیقا لهش میکنم. بله. اصلا این خیال هم نیستیم بشه امپراتور فروش، یعنی یه بازی رسانه‌ای باهاش در میارم. خب اینو نداریم در کنار همه خط قرمزها.
خب یعنی آلرژی شخصی دارم ها نسبت به این موضوع. خب من دنبال نیستم که از همه بیام مصاحبه بگیرم بگو بینم آراد آه نه این اخلاقا نه. اصلا ممنوع میدونم. شما هم خط قرمز منو میدونید. درسته. اون پشت ذهنم چند بار نوشتم تو رو به روح بروسلی قسم میدم آراد و ول کن، اصلا از آراد هیچی نپرس. بله. بذار اینا خودشونو بگن و و و همسان. این خط قرمز منه. خب کسی بیاد بشنوم رفته کلاس گذاشته ما عل بودیم سری در بین سرها و امثال اینا یه ذره خلاصه هر جور حساب کنی رو مخمه و قبول نخواهم کرد و نمی کنم و نخواهم کرد. شاهد از غیب رسید. بله. خب و همین برای خلاصه درست بودن حرفم کفایت میکنه. اسم عزیزمون آوردم مهندس صبحانی عزیز. خیلی خوش آمدید. عرض ادب. این نسبت به این موضوع. دلوقتي. پس رسانه جای رشد اینا نیست. خب بله. در این حال خودت آدم رسانه‌ای هستی. مردم کلن جامعه ما آلزایمر داره. 5 سال است مدته. اصلا 5 سالم نیست. اونا که تو اختشاشات خودشون خراب کردن الان فکر میکنن برای خود. الان اونقدر به غلط کردم افتادند. خب سرمایه اجتماعیشون سوخت، شخصیتشون سوخت، جامعه به شدت آلزایمر داره. بابا بیچاره خودشو سوزون و و و و برید یه حالی ازش بپرسید. نه جا هر جامعه اینجوریه ها. بله. خب امکان داره یک دادار دو دور را بندازه یه جایی خودشو بالا بکشه. من تو رسانه نمیذارم این رشد کنه. درست. اما مثلا عرض کنم خدمتتون رضا پیراسته، آه من 10 تا برنامه براش میسازم، اصلا نمیدونم چجور باد رضا پیراسته رو بسازم. خب این خودش برای من گنگه. من اتاق فکر درست میکنم، یه جوری فرمانو میچرخونم چون واقعا داره کار میکنه و بی ادعا کار میکنه. رضا پیراسته اینجا، رضا پیراسته اونجا، رضا پیراسته همه جا، که الحمدلله حالا مدیر عامل عزیزمونم یه لطف خاصی نسبت به ایشون دارن که خلاصه بعدن همه آرادی های عزیز متوجه میشن. این در مورد کل رسانه. خب درسته. آراد سیستمش اونقدر هوشمند هست که چه بگویند چه نگویند، چه باشند چه نباشند، این سازمان آراد، این سازه آراد میفهمه این آدم بی حاشیه داره کار میکنه، ولو این که در اون گوشه ی گوشه قائم شهر باشه، گوشه ی گوشه مشهد باشه. و فعال نمایی و ادا در آوردن هم میفهمیم که این فیکه، این داره فعال نمایی میکنه، خودش فعال نیست. دادار دو دور را میندازه. دقیقاً همون دادار دو دور را میندازه. اینم آراد میفهمه. این در مورد بحث شهرت. درست. خب که اینا رو داشته باشیم. بله این رسانه متعلق به همه آرادی هست. با حفظ خط قرمزها اینجا باند پروازه. بیاید مشهور بشید، تاجرش، نیروش، همه بیان، برنامه داریم و همه اینها. ولی خط قرمزها نه. بله. و این خط قرمزها همیشه خط قرمز خواهد موند. این در مورد این بحثی که حالا اول فرمودید. در مورد بحثی که خدمتتون داریم، ببینید بزرگواران، هر چیزی که بذار از بحث فروش مثال بزنم. استاد تالیای دوست داشتنی من مثلا میگه که اگر کسی بیاد اینقدر روز وقت بذاره میبره. بله. اگر کسی من نسبت به اون فرد بحث دارم. اون فرد مهمه. اون فرد برام شخص نیست تا بگم الف به جیم دال، نه. اون یه بیسی داره. دین ما هم همینه. دین هر جایی خطاب کرده پیش فرضش اینه که این یه بیسی رو داره. این یه آورده ای رو داره. اون آورده است که باعث میشه که این به یه استانداردی برسه، لیاقت اینو داشته باشه که خطاب به مثلا مخاطب خدا باشه و اهل بیت باشه و قرآن باشه. یکی از اون بحثایی که برای من خیلی مهمه و معتقدم اگر تاجر میخواد تاجر باشه، نیرو میخواد نیرو باشه، پدر میخواد پدر باشه، همسر میخواد همسر باشه، هر کی میخواد سر جای خودش باشه، مهمه اینه که اهل صبر باشه. صبر نباشه رفت. پول رفت، خانواده رفت، زندگی رفت، ایمان رفت. اوج حکمت خداست. صبر باید این اتفاق بیفته. اصلا هم ربطی نداره. خدا کسی که اهل صبره، صرفا اهل صبره. خدا خودشو چسبونده به این، میگه ببین من خدا مع الصابرین.
خدا ببخشید عذرخواه همین زیاد مراقب فقهش نیست دیگه تو حرف نزن. این اهل صبره. ولی کسی که اهل عجل است خدا بدش میاد، پیغمبر بدش میاد، تو بگو نماز شب خون آقا بدش میاد، روایته. خدا، اهل بیت، قرآن، پول، برند، همه اینها از آدمایی که تو دور تندن بدش میاد. آقا عجول نباش. من چند تا این روایت ها رو فقط، امام صادق علیه السلام میفرماد که از صبر من الایمان، صبر برای ایمان، به منزله الرأس من الجسد، به منزله سر برای بدنه، فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وقتی سر رو ببری جسد از بین رفت دیگه. خب کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، صبر رفت ایمان رفت. ارزش صبر چیه؟ پیامبر از پیامبر سوال میکنن مل ایمان، ایمان چیه؟ پیامبر میفرماد صبر. کل ایمان یعنی صبر، ایمان یعنی صبر. امام علی علیه السلام میفرماد که لا دین لمن لا صبر له، کسی که صبر نداره دین نداره. کسی که صبر نداره دین نداره. امام صادق علیه السلام باز از صبر رأس الایمان. صبر، این صبر وقتی در ایمان میگیم در تجارت چند برابره ها. این ایمانی که هست قرار منو در دنیا و آخرت رو سفید کنه، پس قطعا در تجارت این ضریب داره، این صبر ضریب داره. تاجری که بلد نیست صبر کنه، آقا نمیتونه، آخه رو چه منطقی؟ 5 بار 10 بار اومده مرکز تجارت جهانی، من چرا نمیفروشم؟ آقا چرا باید بفروشی؟ چرا فکر کردی اینجای ماکروفر درست کردیم تو رو بچپونیم اینجا یه میلیاردر بیاریم بیرون؟ آخه رو چه منطقی ما قاچاق هروئین میکنیم اونجا؟ آخه چه حرفیه این؟ اصلا هیچ منطقی نداره این حرف. کدوم آدم خودساخته ای جز اینکه ژن خوب باشه یا قاچاق هروئین باشه، غیر از این نداریم. بقیه سب میخواد که الحمدلله شأن ما عجل از این تهمت هست، ما رو به این ژن خوبا بچسبونید چون بوی نفت نمیدیم. خب و از اون طرف هم خلاصه تو اون کارهای خلاف ملاف نیستیم. آقا صبر میخواد. خدا شاهد این عزیزان ما خیلی دیگه متوازن. من جایی نبودم میومدم کلی از این سرگذشتا رو میگفتم. چند تأثیر نفس ندارم، چند بار خواهش کردم آقا من خواهش میکنم بیاید بگید اینا رو. خب 17 سالی که آره تلاش کردم. آره سلام. مثلا اینجوری نیست در رو مثلا باز کردن دنیا گفته سلام علیکم، ای وای شما کجا بودید؟ واقعا سختی، چقدر خون دل شده این آراد. بله بله. خب من که تو این داستان حداقل به نسبت عزیزمون، به نسبت مخصوصا رئیس عزیزم، به نسبت مهندس شعبانی، به نسبت استاد تالیا، خب ولی واقعا و منطقا این صبر رو داشته باشیم. صبرم سکون نیست، صبر یعنی این، صبر یعنی بیزینس پلن، صبر یعنی بدونم آقا ببین حضرت آیت الله العظمی باش، مولتی تریلیاردری باش، بخوای بچه دار بشی، تاریخ گفته که 1 ماه بچه به دنیا میاد. نه به خدا دیگه، خیلی مینیمومش دیگه 7 ماه هست، کمتر از این باشه باید بره دستگاه. نه چون ما نماز شب بخونیم 2 ماه خود، آقا ولمون کن بذار تو زود بزن. آره نمیشه. یه بازر و خدا صبر میخواد، میگه ببین صبر کن، اصلا برام مهم نیست اهل دینی اهل دین نیستی، فقیری فقیر نیستی، باید این بازر رو صبر کنی. ما برای تولد یک آدم خدای بازه تعریف کرده، کجاییم که برای 1 پول در آوردن بازه تعریف نمی کنی؟ نه چرا، آخه چرا باید پول در بیاری عزیزم؟ آخه فکر می کنی 10 جلسه 20 جلسه؟ تو 10 جلسه 20 جلسه نمیدونم هر جور حساب می کنم تو کتم نمیره که چرا اینا این همه عجولند. دور از حضور اکثر عزیزانمون بله. که اهل فنند. اساسا من معتقدم یه مجموعه حرفه‌ای بیاد به یه روزی برسه که 10 روزه یا 2 ماه آدماشو میلیاردر کنه، آدمای پخته میدونن این یه زهرماری قاطی کرده. چون تو اقتصاد هیچ کس این سیستم رو قبول نمیکنه. همه بیان برسن ها. حالا بعضی وقتا طرف همه 2 ماهشو به هم دوخته،
دو ماه یعنی 60 تا 24 ساعت نوش جونش، این یه ماه هم میرسه. ولی منطقی نداره من که بیام بدون صبر همینجوری بزنم تو دل کار و بگم من باید موفق باشم. و چرا باید موفق باشم؟ ما چرا دنیای رویامونه که ننمون بهمون نمیده آوردیم تو آراد؟ مگه آراد ننته؟ ننت هم این دعاها تو قبول نمیکنه. کودا بیا تو خونه از این حرفا بزنی پدرت میندازه بیرون. پسرم چی زدی؟ جدی میگم. بعد بیا تو آراد بگو که آره من نمیدونم اینقدر جلسه اومدم چرا به پول نرسم. چرا به پول برسی؟ اگه پول اینقدر عجول بود بابات مولتی تریلیاردر بود، چون بابات قطعا بالای 40-50 سالشه. بابات هم مولتی تریلیاردر بود، تو اینجا چی کار میکنی حالا؟ اصلا یه شغلی که بیرون هست عمومیه، یه شغل عمومی خب که یه شغل ثابته. این شغل ثابت یکیتون یه مثال بزنید، یه شغلی که شغل ثابته و طرف پول در میاره از قبل اون زندگی میکنه. اون هفته نمایشگاه ماشین رو گفتم این سری، اون خیلی پول میخواد، اونو بیخیال شو. بیا پایین تر. آهنگر خوبه؟ دیگه خیلی ادبیاتی کردی. مثلا میگو باتری سازی یه چیزی آهنگر. الان مردم میگن خب آهنگر کی از کاوه است؟ میگیم نه داداش کاوه نیست. بیا اینور منظور اینجوری که اینو تبدیل به نل میکنن، بعد میرن به کسایی که اسب، توضیحش یه برنامه میخواد. سپر سازی، اون باتری سازی، باتری سازی. آقا باتری سازی منطقا طرف چقدر باید وقت بذاره تا باتری سازی رو یاد بگیره؟ شاگرد باید بشه در شاگرد از اول شروع کنه. شاگرد مثلا اوسمند شاگرد قبول کرده با. این آقای شاگرد خب چند سال دیگه میشه یک اوستای واقعی که میتونه خودش مغازه باز کنه؟ خیلی زرنگ باشه و به قول ما تخس باشه، نهایت یک و نیم ساله میتونه جور کنه. یک سال نوشه جان قبول. آقا یک سال شدی اوستا، ابراهیم بودی شدی اوس ابراهیم. آقای اوس ابراهیم الان میخوای بری مغازه بزنی با. چقدر هزینه میخواد مغازه زدن؟ دیگه با این شرایط تقریبی 200 تومن خوبه استاد. 200 تومن خیرشو ببینی. سلام. تا حالا یک ساله با 200 تومن. چقدر باید خلاصه اونجا صبر کنی تا پاخور بشه که کم کم ماشینا تو رو بشناسن که چرخ اقتصادت بچرخه. خاکشو بخوریم و مردم اعتماد کنن و اینا، یه پروسه تقریبا. اینم باز میگیم یک سال خوبه. اینا همش رویاست. بله. بیرون نیست آم. ولی با این رویا کنار میریم. دو سال با چقدر؟ هم پولش چقدر شد؟ 200 تومن. 200 تومن دو سال. دو سال. خب چرا فکر می‌کنی تجارت این نیست؟ تجارت هم شغله. به خدا تجارت هم شغله. دقیقاً. یه باتری ساز بخوای بشی میگی نه دو سال صبر می‌کنم نوش جونم. بعد چرا تو تجارت صبر نمی‌کنی؟ تو حالا تجارت نگفتیم دو سالا. چرا تو هر شغلی تو باید صبر کنی جز تجارت؟ لوبیای سهرامیز که نیست. تاجرامون دور از حضور خوبهاشون معمولاً بعضی هاشون شدن جودی ابوت، ما هم باید بشیم پندلتون و آقای پندلتون هی براشون خلاصه نامه بنویسه سیگنال باران کنه در زیر دوش سیگنال. اینا با دوش سیگنال بگیرن. والا اینا رویاست. اگه فیلم هندی میبینید بیخیال شید، یه دو زمین حرف بزنیم. خب ما قطعاً یک سازه محکم چیدیم که ایمان داریم که همه حیثیتمون آوردیم پای کار. ما میتونستیم مثل خیلی های دیگه پولی در آوردیم بریم رو سایلنت زندگی کنیم. به من چه؟ مگه دنیا رو تقسیم کردم به من رسیده؟ ما به این سازه یقین داریم، شهد الله اومدیم وسط کار. پس مشکل مشکل سازه من نیست، ولی این صبرم هست که این صبر اتفاق بیفته که شغل بشه شغل، نه خاله بازی. خب دیگه تو فضای خاله بازی معمولا بعضی چیزا رو نمیشه. تازه من معتقدم هر چقدر ارزش کارت بیشتر بشه بیشتر باید صبر کنی. سوره مبارکه یوسف آیه 110 در مورد پیامبراش، تازه پیامبرا وی آی پی خدانا. حتی از بسم الله الرحمن الرحیم، حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، تا جایی که پیغمبراش مایوس میشدند. مایوس تاپ لولا پیغمبر مایوس میشد
حتی از تی اثر رسول پیغمبراش، نه رسول یعنی پیغمبراش، پیغمبراش معیوس می شدن و ظنوا انهم قد کذبوا، مردم فکر می کردن داداش این چخم میگه. اینجا جاءهم نصرنا، خدا ریخت پاشش رو اینجا شروع کرد، خدا ریخت و پاشش رو اینجا شروع کرد، اینجا جای ریخت و پاش خداست. چهار تا پخ کنم برم خلاصه بذارم کنار، از الان برو، از الان برو، اصلا بعضی از شخصیت ها 200 میلیارد هم بیارن را نمیدم، به جان خودم حیفون 200 میلیارده پس موفق نمیشی، چون اصلا به شخصیتت نمیاد. چرا؟ چون صبر نداری، جسارت نمیکنه، ما صبر نداری، قلق داره هر کاری. تو نمیتونی ران تاکسی باشی، عصبی باشی، چون هر چی در میاری باید دیه بدی. ران تاکسی نمیخوره که بی قات باشه، آقا این شغل یه دنده پهن میخواد، فشخوری مله است، ولش کن، حالا درو محکم زد که زد، فدا سرم، گرما داره، آفتاب، آره، هر شغلی اختزاشو داره. اصلا تاجر بدون صبر یه چیز مسخره است. برا چی اومدی تجارت؟ تو فقط به درد خبرچینی میخوری، با این عجولی هیچ شغلی برا تو نیست، یا اسنپ موتوری باش چون عجولی به دردت میخوره، یا خبرچین باش طایفه رو به هم بزن، غیر از این هیچی به درد نمیخوره. اصلا بیس تجارت صبره، بیس تجارت صبره. اینم حالا مهارت هایی که میخواد الحمدلله آراد رایگان در اختیار میذاره. آقا بیایید این مهارت ها رو جون هر کی دوست دارید ببینید. باور کن ارزش بحثایی که استاد تالیای عزیز میگه ریالی بشینید دستم ببینید. من چقدر از آدم ها رو اینجا اخلاقا که هیچ وقت نمیگم، آقا بسته هاشون ببین چند ده میلیونیه. آقا بی خیال، من تو سنت آموزش حداقل 3-4 سال بودم، من میدونم سنت آموزش چه خبره. آراد اومد این رو رایگان خالصانه در اختیار میذاره، آقا آموزش ببینیم دیگه. این صبر خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب این عجله خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده عجله، حتی در معنویت. اینو میگم بعد دیگه خلاصه بخش شما. در معنویت هم ما عجله نداریم، یکی از دیگه داریم میریم سمت ماه مبارک. یکی از اتفاقات بسیار بد اینه که عجله داریم که زود به خدا برسیم. آقا نمیرسیم، اصلا نباید برسیم. چه منطقی داره برسیم؟ چه منطقی داره من یه بار چون رفتم کربلا اومدم همه چیم خوب بشه؟ آخه چرا باید همه چیم خوب باشه؟ چون رفتم کربلا. چه منطقی داره چون یه بار رفتم حرم اومدم بالا سرمو نگاه کنم فرشته ها کجان؟ آخه چرا؟ چه منطقی داره این کار؟ اصلا سنت خدا عجله نیست. نه استاد وحید این حرفا چیه؟ پس رسول و ترک و علی گنداب و اینها چجور یه شب رسیدند؟ مگه خودتون نمیگید رسول توک در یک شب اینجوری شد؟ عزیزم وایسا، رسول توک در یک شب اینجوری نشد. رسول توک مثل یک این لیوان آورده هایی داشت. درست. این آورده ها اومد 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 اون روزه سرریز کرد. خدا به هیچ منطقی صفر و صد نمی کنه، خدا حکیمه. درست. خدا دقیقا تاجره، حساب کتاب میکنه. سرمایه گذاری بکنم؟ نه. سرمایه گذاری بکنم؟ آره، چون داده داره. حکیم خدا. خود این رسول ترک، رسول تو کسی بود که سر دستگاه با عبدالله مؤدب بود. آقا این خیلی خیلی عذر میخوام، ببخشید ببخشید ببخشید، این رسول ترک عرق خوری میکرد، قبول. خدایی که عرق خوری اینو میبینه، ادب اینو در دستگاه با عبدالله نمیبینه. این در اوج لاتیش نسبت به با عبدالله مؤدب بود، دستگاه با عبدالله. یه بچه هم تو دستگاه امام حسین توف مینداخت صورت رسول، میگفت تو دستگاه امام حسین این کارو کردی، بی خیال. مگه همون ادب باعث نشد هر هر بشه؟ چرا رسول تو که خلاصه هدایت نشه؟ علی گنداب، علی گنداب دیگه با اسمش که مال محله است، تا کار ندارم، ولی واقعا گند بود. ولی علی گنداب یه علی بود که یک آدم چارشونه خیلی خلاصه خوش هیکل، هر گندی میزد ولی ناموس مردم خط قرمزش بود. آقا اون خدایی که گندا اینو میبینه، این مروت اینم میبینه.
خب به اونا بخواد عذاب بده به این اجر نمیده، میگه باریک الله این جمع میشه جمع میشه جمع میشه میشه اون اتفاق. فوزیل عیاض راهزن بود، دوز بود، ولی با مروت بود، دوز با مروت بود، خدا دوزدی رو میدید مروت هم میدید. این مروت جمع شد جمع شد جمع شد جمع شد، اون آیه کار خودشو کرد. میشه یه لحظه خدا بشی یه سوال ازت بپرسم؟ استغفرالله. چه اشکال داره بحث علمیه دیگه؟ چون شما فرمودین دیگه مجبوری اینجوری بگو. شما فرمودین شما خدا. خب یک عملی رو به شما میگم، خب فیس تو هم خدا میشه اینجوری نگاه کردی. خب شما خدا، خب یه عملی رو به شما میگم، اینو واقعا از صد چند بر میداری فقط این عملها. یه نفر هست علی بالا خان، لات بی سر و پا، این مال تقریبا 200 خورده سال قبله، درست؟ لات بی سر و پا به معنای واقعی، یعنی گناهان کبیره میخواستن بنویسن، اینو میذاشتن جلو، اینو مینوشتن کلن کتاب گناهان کبیره چاپ میشد. نیاز به چیز نبود، هر کاری که این میکرد کتاب بود، سمبولی بود، سمبول، اسطوره. خب یعنی شیطان اگر میفهمید علی بالا خان میاد گن نمیزد، میگه این دیگه خلاصه رو دست منه. تو اون شهر یک خانم خیلی زیبا رویی بود، معروفم بود، خیلی ها رفتن خواستگاریش نشد، آخر سر یک بنده مؤمنی خلاصه رفت زندگیشون پا گرفت. این آقای مؤمن زمان حجشه، بله از حیث خدای بیرون نیاهم، بله خب زمان حجشه، درست؟ حجای اون وقتم الان نبود، چند ماه، چون با چارپا میرفتن میومدن دیگه، چند ماه طول میکشید. حالا من خانممو پیش کی ببرم؟ پیش عالم رفت، گفت من مخلصتم. یکی که رک نبود گفت ببخشید من احتمال داره مثلا جایی برم چیزی چیزی، بعضیشون رک میگفتن ببین زنت خیلی معروفه تو شهر خوشگلی، منو بی خیال، منو بی خیال، داری میری حج ما رو جهنمی نکن. بعضیشون هم رک میگفتن. آقا پیش هر کی رفت هیچ کی حاضر نشد، آقا حجم داره میگذره تایمش. یهو گفت زن آماده شو میبرم یه جایی. گفت کجا تو به من اعتماد کن دیگه. آورد در خونه علی بالا خان. علی بالا خان اومد امر، گفت منو میشناسی؟ گفت بله. که چی؟ گفت من زنم آوردم امانت به تو بدم. گفت امانت به من؟ گفت آره. دخترا، تا گفت دخترا این فهمید که خلاصه علی بالا خان دیگه غیرتی شد، سری تا پشیمون نشده گفت زن من رفتم، سوار از شد رفت. چند ماه بعد از حج برگشت، در خونه رو زد، خانم علی بالا خان اومد، سلام آقای فلانی، حجتون قبول، ممنونم، آقا ببخشید این همه زحمت، فلان فلان فلان، بی زحمت بگید خانمم بیاد. گفت من خیلی عذر میخوام، علی بالا خان نباشه من نمیتونم. اون بیاد چشم، من بدون اجازه اون کاری نمیکنم. خب علی بالا خان کجاست؟ تبریز. این ماجرا تو خوی اتفاق افتاد. علی بالا خان کجاست؟ تبریز، که الان 2 ساعت و نیم با ماشین فاصل است. گفت تبریز؟ گفت آره، تو فلان کاروانسرا اونجا میمونه. دوباره اسب و سوار شد، از خوی رفت تبریز. تو کاروانسرا علی بالا خانو پیدا کرد، سلام، وح سلام، اومدی، حجت قبول، فلان فلان، خواستم برگردم. خب علی بالا خان چه خبر؟ اومده بودی برای تجارت؟ این هم گفت تجارت چیه پسر؟ گفت برای چی اومدی؟ گفت ببین از وقتی که خانمت از اون در رفت تو، من دیگه نرفتم، من از این در اومدم بیرون. به خودم گفتم علی بالا خان تو بیشوری، تو شهرم نمون، برو تبریز کاروانسرا بگیر پول که داری، نفست ادا در آور، تا یک روز پیاده روی پشیمون میشی برمیگردی. اینجا موندم تا تو بیایی که امانتتو بدم. پسر تو 3-4 ماه کل زندگی تو تعطیل کردی. گفت آره خلاف مرام بود، خلاف مرام بود، تو امانت داده بودی دست من، فدا سرت 3-4 ماه.
آقا این یه عمل علی بالا خانو چند میدی تو؟ فقط این یه عملو توش غیرت داشت، آره. توش امانت داری داشت، توش مردم داری داشت. خدا همی... خدای لوتیه، میگه دمت گرم، حالا که این شد یه روزه بهانه میکنم گرین کارت مال خودم. ما از علی گنداب و علی نمیدونم رسول ترک و اینا این قسمت رو نمیبینیم، سر اون برو میگیم آقا بریم پیدا کنیم این یه کاری کرد که اون اتفاق افتاد، چرا برای من اتفاق نمیفته؟ چرا برای اون اتفاق میفته؟ چرا هیچ کی تو خواب نمیبینه که امام حسین سلام گفت مثلا وحید تو الی بلی؟ چرا برای اون میبینن؟ بابا اون داشتهاش بیشتر از من برای خدا دلبری کرده، بی تعارف. اون داشتهاش برای خدا بیشتر دلبری کرده. متاسفانه یه فضای صوفیانه ادیبانه داریم بعضی از این منبریای هم لباس منم، آقا امشب همه حاجت میگیرن. تو مگه رئیس دفتر خدایی؟ چرا باید همه امشب حاجت بگیرند؟ این حق والدین، این بلک لیسته، این تحت قبنبره آدم نمیشه، خدا اصلا نمیشنوه اینو. چرا مردم رو خلاصه میذاریم تو فیلم نمیدونم یه جایی که رو آتیش که امشب حتما گرفتم؟ نه آقا نمیگیرم، نفرین پشت سر منه، چرا بگیرم؟ عجله نداریم. ادبیات های ما هم همینه، مثلا یکی تذکره تولیا پر از حرفای حال به همزن صوفیانه، مثلا رفت پیش استاد، نمیدونم استاد یه نگاهی کرد و نادم شد. والا از این نگاه ها من باشتن ها. چرا با استاد یه نگاه کنه؟ آخه چه انعکاسی، چه مغناطیسیه؟ این یه آقا ولمون کن، چش تو چش عبدالله زدنش، بی خیال. از این اداها اصلا عجله ندر معنویه. اصلا یک سوال، آرامشی که خدا در آتش به حضرت ابراهیم داد چرا به خاطر پیاده روی ابراهیم به من بده؟ حضرت ابراهیم یقه خدا رو نمیگیره، میگه داداش من این همه تو آتش اذیت شدم، نمرود پدر من رو در آورد، این یه سلانه سلانه رفت اومد اون به درجه من برسه؟ و چرا برسه؟ ثوابشو میرسه ولی مقامشو نمیرسه. در روایات داریم دیگه، فلان کار انجام بدی ثوابشو میدند، مقام نه. ثواب و مقام چیه؟ یه پادگان پر از سرهنگه، ولی یکی از اون سرهنگ ها جایگاه سرتیپی داره، اونو میگن مقام. ولی ثوابش حقوق ایناست، برا تو هم بدم پولو، ولی مقام سرتیپی که مال شما نیست، یه نفر امر میکنه. ثواب و مقامه. آقا ثواب شهیدو میدن، آره ثواب شهیدو میدن، ولی واقعا مقام شهیدو میدن؟ ثواب انبیا، آره ثواب انبیا، ولی مقام انبیا رو میدن؟ مقام نه، شرمندم، مقام خیلی زحمت میخواد، ولی ثوابو میدن، ثوابو میدن. محض رضای خدا ما در شخصیت هامون تمرین کنیم، به خدای امام زمان پسندتر میشیم. اونقدری که دنبال دعاییم که باید باشیم، دنبال توسلیم که باید باشیم و اینا رو هیچ وقت کم رنگ نکنیم، به همون اندازه دنبال شخصیت قوی کردن خودمون باشیم. یه شخصیت قوی هر جایی باشه قویه، این شخصیت برام مهمه و خدا از اون شخصیت خوشش میاد. آقا رو این شخصیت هر چی سوار کنی نتیجه میده. خدا شخصیت رو دوست داره و شخصیت یک جنس قاچاقی درش خدا پیدا کنه میشه بلکلیست. اون جنس قاچاق چیه؟ عجل است. باور میکنی خیلی از این اختلافات خانوادگی که به طلاق رسیده مال عجل است؟ چرا صبر نکردی حرفشو بزنه؟ خب میذاشتی حرفشو میزد. چرا صبر نکردی از مسافرت برگرد؟ سب میکردی از مسافرت برمیگشت. اصلا چرا سب نکردی حرفشو بزنه طفلی؟ تو قبل از این که اون حرفشو بزنه شروع کردی نه تو منظورت اینه 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 اینه، بیعصاب کردی، اونم یه فوش بدی داد، دعوا از اونجا. خب سب میکردی، سب میکردی، به خدا هیچ اتفاقی نمیافتاد. اصلا چقدر دین ما نسبت به اینها پازل چیده؟ اصلا دین رو بذار کنار. من یه بار گفتم اصلا بهشت و جهنم هم بذاری کنار، شهد الله این دین برای دنیامون هم خوب زندگی کنیم. میگه کسی داره حرف میزنه حرفش رو قطع نکن، مثل اینکه چنگ میندازی صورتش. الان من شما داری با من صحبت میکنی ببینم هی خون میاد،
خب عزیزم چرا اینجوری هستی؟ بگی خب تو این کارو کردی. نه من این کارو نمی کنم. میگه بس وسط حرفش نپر. پیغمبر عزیز ما، عزیز ما، عزیز ما، یکی از خصلتاش بود گوش میداد. یه جوری گوش میداد انگار اولین بارو شنیده. تا چرا بذار اون طرف احساس شخصیت کنه؟ احساس شخصیت میکنه این وقتی حرفاشو کامل میزنه. پیغمبر میگه محتواش مهم نیست که، اون شخصیت و عاطفش مهمه. من اینو گوش کنم حال این خوب میشه، فدا سرم، بذار چطور برتم بگه. داره ابتداییت پیغمبر، ببین تو نمیدونی ولی از من گوش کن، بخوای اینجور اینجور اینجور. خب ما طلبه ها جزء تنها قشر جامعه ایم که همه در مورد ما میتونن نظر بدن. آقا کل طایفه واقعا برای من شده بودن مشاور راهنما. ببین به نظرم تو باید اینجوری باشی، همه در مورد ما صاحب نظرند. بقالش هر کی به نظر من باید، آقا ولش کنیم برای خودش میگه. تو گوش کن بذار شخصیتش حالش خوب بشه. همین تاجرم همینه، آقا بذار بگه. این صبر رو اگر واقعا و منطقا در خودمون خوب جمع جور بکنیم، للهن تاجر خوب میشیم. یه باری بند خدایی میگفت من نمیدونم چرا نمیفروشم، این همه تلاش میکنم، چرا مشتریان میپرند. تو میدونی چرا؟ چون از نزدیک میدیدم. چون تو زور میزنی بفروشی و مشتری میفهمه تو داری به زور میفروشی. ذات آدمام زورناپذیره. مردم دوست دارن خرید کنن ولی دوست ندارن چیزی به اینا فروخته بشه. دهیم. اصلاً گارد میگیرند. آه من میخوام برم فلان چیز بخرم. دقیقاً دم در یکی بیاد بگه، همون دم در بیرون اومدم، بگه ببینید اینو برات میفروشم با این قیمت قیمت قیمت. بگم چرا این میخواد به من بفروشه؟ نکنه نکنه. ولی دوست دارم گردن کج کنم 10 تا مغازه برم بچرخم. ای بابا این اومد با آف بده، با آف اینقدری بهت داد. نه من کلن دوست ندارم چیزی به من فروخته بشه، ولو به زحمت دوست دارم خودم بخرم. این به اجبار میفروخ کسی هم قبول نمیکرد. گارد روانی داره مردم، همه مردم به این اجبار گارد روانی دارن. زنده باشی استاد جان، خیلی متشکرم از شما. عزیزان بیننده لطف فرمایید بخشی رو هرچند کوتاه تماشا کنید، برمیگردیم در خدمت شما. امام علی علیه السلام در مورد شیعیان حضرت صاحب میفرماد که ویا شوقاه الی رؤیتهم فی ظهور دولتهم. من علی چقدر دوست دارم اینا رو ببینم. در بهار الانوار جلد 50 صفحه 157 یه ماجرایی هست خدمتتون نقل میکنم که برسیم به عظمت امام هادی علیه السلام. امام هادی علیه السلام در سامراست. ما بیشتر امام حسن عسکری علیه السلام رو در حبس میدونیم، در محاصره میدونیم، در حالی که امام هادی علیه السلام هم بخش جدی از زندگیشون رو در محاصره بودن. وقت شریف شما بخیر عزیزان بیننده، خیلی متشکرم که ما رو تماشا میکنین و در این ساعات و لحظات گفتگوی جذابی داریم با استاد وحید دوست داشتنی و عزیز دل ما. استاد جان، یاد روایتی از امام صادق علیه السلام افتادم که ایشون فرمودن عجله کردن باعث میشه شخص هلاک بشه. یعنی منظور از اون هلاکت فقر آیا؟ اصلا تو هر کاری عجله یعنی نتیجه معکوس. مالی عجله میکنی نتیجهش میشه فقر.
عاطفی عجله میکنی، نتیجهش میشه ورشکستگی عاطفی. درست. تو هر کاری عجله، ورشکستگی اون کارو میاره. تو اعتبار اجتماعی تجله میکنی، بی اعتبار اجتماعی میشی. اصلا عجله یه سمیه که به هر چی بزنی تمام فاسدش میکنه و تو تجارت اصلا جواب نمیده، اصلا جواب نمیده. من این فیلم های مرکز تجارت رو که بچه ها دارن کار میکنن میبینم، حالا که اون آدم های پخته ای هم که یه گوشه خلاصه سکوت کردن، میگم ایناست. خب پخته نه به لحاظ سن و سالا، بله. خب اینا میدونند، اینایی که بیشتر میشنوند، آدمایی که بیشتر میشنوند بیشتر موفقند تا آدمایی که بیشتر حرف میزنند. تو تجارت همینه. اصلا مدیر دیدی اساسا بیشتر میشنوه، اصلا مدل مدیریت شنیدنه. مدیر از گوشش بیشتر مدیر میشه تا از زبانش. چرا؟ چون دقیقا میخواد دما رو خوب اندازه گیری کنه. دما رو خوب اندازه گیری کرد، دقیقا بهترین نسخه رو میده. اصلا عجله تو هر چیزی، اصلا گفتم دیگه، اصلا بگو بچه داری، اصلا خدا عجله رو نذاشته. زندگی هیچ کس هم لوبیا سحرآمیز نیست، صبح بلند شی ببینی و رفتی بالای ابرا. اینا رو اصلا به هیچ عنوان نداریم و کاملا بذاریم کنار. الان ایام منتسب به حضرت صاحب ارواحنا فداه، واقعا به عشق ایشون بگیم ما عجله نکنیم. اونقدر دعواها سر گفتگو، خب چی میشد گوش میکردی؟ واقعا چی میشد؟ چرا عجله کردی؟ چرا نیت خانی کردی؟ نه اون پسر دائمه، من مدلشو میشناسم، اومده که منو اینجوری، آخه چرا فکر اومده این دفعه اینجوری نبود؟ خب جواب وجدان تو چی میدی؟ اصلا اونم نفهمید وجدان تو چه جوابی میدی؟ عجله نکنی. تو هر چیزی شما حساب کن، یه جا نام ببر که عجله خوبه، هیچ جا خوب نیست. پیامبر فرمود العجله مذمومتون فی کل امر. این زهر ما رو به هر چیزی بزنی زهر مارش میکنه. این مثل این میمونه که مثلا سمیترین ما زهر مال کدوم ماره، اینو به هر غذایی بزنی مسموم میشی دیگه. نه من اگر یه چنجه خوب بهش بزنم آقا فرقی نمیکنه، به نون و ماستم بزنی میمیری، به بهترین غذا هم بزنی میمیری، چون این زهره. این زهر اونقدر کشنده است که اصلا غذا موضوعیت نداره. عجله نکنیم. تو همسایه داری عجله نکنیم، تو رانندگی عجله نکنیم. بله. چرا راه نمیدیم؟ ها رابطه بذار بره، به نفع اعصابته. چرا وقتی چرا میخواد قرمز بشه یه جور با سرعت میرم، بابا اونور یه نفر نادانه میکنه با سرعت میاد تصادف میشه، ول کن. شبکه سه پخش زنده منتظر جناب عالی نیست هیچ کس. خب 5 دقیقه دیرتر برس، 5 دقیقه دیرتر میخوای سر گوشیت بری، تموم شد. 5 دقیقه دیرتر میخوای لم بدی، چه اتفاقی میفته؟ کلن عجله نکنیم، به نفعمونه، به نفع اعصابمون. این همه مدیتیشن، ریلکسیشن، نمیدونم اینها، آدمی که عجله نکنه خیلی هم حالش خوبه، این همه قیرتی بازی هم نمیخواد. سلامت بشی. ترسان دوباره محکوم بشم به این قضیه، ولی من هر سری که شما رو پیدا میکنم و باهاتون صحبت میکنم، چه در برنامه زندش چه در جلساتی که با خودتون دارم، باید این گریز رو بزنم. حالا گریزه چیه خدمتتون عرض میکنم. شما از رسانه فرمودین. بله. رسالت رسانه اینه که تبلیغ کنه، متبلور کنه، افراد در جریان قرار بگیرن و خیلی از این موضوعات رو که در بر میگیرن. اربابمون رو، ابو عبدالله رو بردن در صحرایی که اونجا چنین حادثه‌ای رو رقم بزنن، چنین فاجعه تاریخی رو به وجود بیارن، کسی نفهمه، هیچکی. ما این گوشه دنیا اهل بیت رو، عزیزای فاطمه رو میاریم به اون شکل، عزیز زهرا رو در اون قتلگاه
تمام و کسی هم نمیفهمه. چی میشه 1400 سال از اون قضیه میگذره و به اینجا میرسیم و به امروز میرسیم، ولی این نام، اون کربلا، اون حادثه، همه اون آدم ها هنوز که هنوز خبرسازن، هنوز که هنوز مدعی هن، هنوز که هنوز عالمی به عشقشون جمع میشه در اون محفل، در اون جایی که کسی قرار نبوده بره، کسی قرار نبوده که از اون محفل و از اون اتفاق با خبر بشه. چرا این رسانه به وجود میاد؟ زینب سلام الله علیها، صبر ایشون، کل چینش دشمن رو به هم ریخت. شما از کل داستان کربلا صبر حضرت زینب رو پاک کن. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، و زینب فقط صبرش بود. آقا یه چیزایی رو نمیدونم دیگه، آدم به تجربه به خودم ثابت شده که میخوایی سید علی یه روزه رو آدم زندگی کنه، تطبیق بده به خودش. اصلا نمیخواد که بگی این مومه. آقا خودت، فقط خودت تو اون شرایط باشه چی کار میکنی؟ تو اون شرایط باشه چی کار میکنی؟ من اینو از دو نقل شنیدم، چون یه ذره از اون فضای روزه میخوام دور بشم. نقل اینه که جناب سلمان از یک کنار باغی میگذشت، دید خلاصه یکی از این باغدارای متمول مولتی میلیاردر یهودی اونجاست. به سلمان میگه ببین تو بهت میخوره که آدم با خدایی باشی. گفت خب. گفت من یه دختر دارم، دخترم نابیناست، بچه است، دعا کن اون خوب بشه، هر چی بگی بهت میدم. گفت ببین داداش، من هیچی نمیخوام، ولی بچت خوب بشه مسلمان میشی. گفت آقا ولم کن، من دنیا این ورون ور کلی دکتر خوب نمیشه. گفت چی کار داری؟ مردی حرف زدی؟ مردم حرف میزنم. گفت آره. گفت بلند شو بریم. آقا کوتا بیا، ما یه چیزی گفتیم. گفت بلند شو بریم، حرف زدی. آورد در خونه امام علی علیه السلام. سلام علیک السلام. این میگه دخترش مریضه، نابیناست و و و و و اربابمون حضرت ابا عبدالله، حالا کوچه بود کجا بود، حالا تو دوران طفولیت جسمی ظاهری، حضرت امیر اسلام فرمان که مثلا برو دکترشم بیار. آقا خدمت شما آوردم. گفت نه، برو حسین منو بیار. بعد یک حالت تشت آبی، میگه پسرم دستتو بذار اینجا. بعد میپاشه صورت این دختره، دختره چشاش بینا میشه، پدره همونجا مسلمان میشه. پدره میگه بچم تو این خونه بمونه، معلومه این خونه عجیب خونه ایه، چون همه دلبستگی یه پدر بچه هاشه. من برم شام برگردم، این دختر میمونه تو این خونه، از محضر حضرت زینب سلام الله علیها قرآن یاد گرفتن و و و و امثال این. بعد برمیگرده دخترشو میخواد ببره، دختره نمیره، میگه آقا بی خیال، بذار من تو این خونه بمونم. خونه رو پیدا کرد. آره، حضرت امیر اسلام نمیذاره، میگه نه دخترم، تو متمول زاده ای، تو ناز و نعمتی، این خونه مال تو نیست، بلند شو برو دنبال زندگیت. میره. آقا روزگار میچرخه، این دختره میشه زن یزید. عجب. کربلا، اون کاروان میرن شام، شام دقیقاً کنار اون قصر یزید ملعون بود، اون خرابه. صدای زن تو گریه خیلی آدمو به هم میریزه، اصلا تو تصادف معمولی، تو دعوای معمولی هم زن بچه گریه کنن همه رو به هم میریزه. خب اینها بچه‌ن دیگه، مگه اصلا چقدر از این بچه‌ها تو راه از بین رفتن، قربونشون برن. بچه‌ها چه بچه‌هایی، مثلا یه سری بچه‌هایی که قد و نیم قد، چقدرشون
پاهاشون دیگه اون پا نیست، چقدرشون همیشه دستشون تو صورتشونه، اصلا چیزی نمونده که این بچه ها، یه جور میگیم بچه ها. این زن یزید این گریه ها رو شنید، گفت یزید به رضایت رسول الله بذار برم به اینا یک سرکشی بکنم. گفت باشه برو، چون شنیده بود که اینا خارجی هن دیگه. خارجی در عرب معنای اعتقادی داره، در ما ایرانی ها معنای جغرافیایی داره. خارجی در عرب به کسی که از دین خارج بشه میگن خارجی. خانمه با خدم حشم، گار، تشریفات، خانم ها، کنیس ها میان وارد میشن، بعد چند نفر دیگه میاد، میفهمن اینها که یه خبری هست. بعد این خانمه وارد میشه، این خانمه وارد میشه، تربیت شده یه خونه علیه دیگه، دقیقا وسط خرابه میشینه که اینها میبینه دیگه رنگ و روی تو این زنا نمونده که نکنه اینها منو ببینن یه جوری بشند، بذار منم بشینم رو خاک. خانما رو جمع میکنه، بچه ها رو جمع میکنه. سید احمد اینی که در دو نقل اینو شنیدن، در هر دو نقلش هست که حضرت زینب سلام الله علیها تا این خانم وارد شد این خانم شناخت، رفت یه گوشه وایستاد. ای روزگار، من زینب، این به پای من افتاده بود که بمونه تو این خونه، الان کار به کجا رسید؟ شروع کرد با اینا حرف زدن، حرفاشو گفت، از این به بعدش دیگه معروفه. اهل مدینه اید؟ مدینه یعنی شهر. بله، ما اهل مدینه ایم. کدوم مدینه؟ مدینه تو نبی، تو رو خدا. شما اهل مدینه تو نبی هستید؟ آره. گفتن اون خانم بزرگ ماست. اومد پیش اون خانم، دیگه عظمتی داره آقا. این زینبه، این زینت علیه. زینت علیه. گفت خانم شما بزرگ اینا هستید؟ گفت بله. خیلی زور داره کسیه که بزرگ کردی، حالا این برای خودش. گفت که شما مثل این که اهل مدینتون نبی هستید؟ گفت بله. گفت من یه محله بود، تمام عاطفه‌ام عشقم اون محله است، بنی هاشم. گفت من اونجا بزرگ شدم. گویا اینجوری نگاه کرده بود دیگه، خلاصه فهمیده بود حالا ادبیات ها و اینا که تو زینبی. گفت آره من زینب. و یه جمله گفته بود که زینب، من اون زینبی که میشناختم هیچ وقت بدون حسین جایی نمی. حسین، گفت اون سرها رو میبینی، اونم حسین. زینب سلام الله علیها بعضی چیزا شوخی نیست آقا، دیگه همه ما زندگی داریم، میفهمیم زندگی رو. آقا به خدا طبق نقل تاریخ وقتی این کاروان برگشت مدینه، همسر حضرت زینب سلام الله علیها اول پرسید زینبم هست یا نه؟ گفتن آره زینبت هست. اومد یک خیمه ها رو گشت، برگشت گفت فلانی، من که گفتم من صبرشو دارم، کو زینب من؟ خوب میگفتی شهید شده دیگه. آقا زینبشو نشناخت. بی خدا آدم بشینه فکر کنه آخه اینا زن و شوهرن، چقدر بچه دارند. نشناخت. و این مصیبته که حضرت صاحب ارواح نافدا چقدر فرمودن، این که صبا هم و مساء، من این همه دارم گریه میکنم، فرمود به خاطر اون مصیبته، چون حضرت صاحب غیرته. و چقدر اتفاقات افتاده که تاریخ برای ما بیان نشده. انشالله که به بزرگی حضرت زینب سلام الله علیها، امشب دیگه شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیها الله و تحیه و ثنا هست،
نمیگم صبر زینبی، این که رویاس اصلا اندازه دهن من نیست از این حرفا بزنم. انشالله برای خودمون، پیشرفتمون، به درد بخور بودنمون انشالله خدا لطف کنه و اون اسبابی که باعث بشه ما هممون انشالله اهل صبر باشیم در هر جایی و هر جوری و هر روزی انشالله برای هممون روزی بکنه. انشالله خدا حفظتون کنه. خیلی متشکرم. سلام باشید. محبت فرمودون. در شب زیارتی امام حسین علیه السلام، مادر ما سادات هم الان در همون نقطه از عشق هستند و میزبان زائران پسرشون. میخوام بگم که آقا جان، در کرمخانه لطف تو مقرب باشد هر که خاک قدم حضرت زهرا باشد. شب بخیر. کربلات واسه من داره حکم آرامش، تو همونی که من از ته قلبم میخوامش، یعنی میشه که بازم شب جمع قسمت شه، چیزی دیگه نمیخوام ازت الا این خواهش. خواهش میکنم، قول میدم تو نمیام، التماس میکنم فقط تو راضی شو که بیام، به پات میفتم، من دردم و گفتم بلندم کن، زمین خوردم، راستشو بخوای کم آوردم. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، که از تو رسیده به من بود با ارزش، از تو جدا بشمت تا برام سخته فرزش، هرچی که داشتم و دارم و امسال جمع کردم تا تو زیارت اربعین تو کنم خرجش. خواهش میکنم، من که یه عمر نوکرم، التماس میکنم نزار که بسته بشه حرم، ببین آشفتم، من دردم و گفتم، دلم تنگه، من افسردم، راستشو بخوای کم آوردم. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.